بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران دوستان برنامه امامان وهابی شیعه. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق رو نصیب راه ما گردان تا در برنامه دیگر از برنامه های امامان وهابی شیعه میزبان شما خوبان و عزیزان و میهمان فضای گرم و صمیمی خانه های شما باشیم. در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود در این برنامه هم و ادامه موضوعی که در برنامه گذشته و آخرین قسمتی که در خدمت شما عزیزان بودیم ناتمام باقی مانده است. بنده در ابتدا به نمایندگی خودم از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان خدمت حضرت مولانا عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوش آمد میگم حضورشون رو در استودیو حضرت مولانا. خوش آمدید. بنده خدمت شما جناب استاد سلیمانی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی و بینندگان خواهم بود با ادامه موضوع هفته قبل ان شاء الله. خواهش میکنم حضرت مولانا خدمت از ماست. قبل از اینکه حضرت مولانا موضوع رو آغاز بفرمایند اگر اجازه بدید من چون به هر حال مهمترین نکته‌ای که در این هدف هستیم این برنامه است و منتظر پاسخ و نامه هستیم رو فقط یک یادآوری بکنیم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که در برنامه امامان وهابی شیعه از ابتدا اولین قسمت این برنامه که قبل از 5 ماه بیشتر از 5 ماه حدوداً 157 روز پیش نامه ارسال گشت به ستن از اهل تحقیق و محققین معاصر شیعه، دو نفر از مراجع تقلید و یک نفر از کسانی که در آنچه به اصطلاح وهابیت خوانده می شود و قولی ساخته شده از او برای ترساندن مردم از حقیقت توحید و نزدیکی به اصل اعتقاد ائمه اهل بیت علیهم السلام در ایران، این سه نفر، این سه شخص که برای این سه حضرات آیات عظام نامه های ارسال شد ید طولا دارند در آنچه که نقد وهابیت نامیدن. حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله العظما جعفر سبحانی و همچنین آیت الله نجم الدین طوسی از محققین معاصر شیعه در نقد وهابیت که کتابشون به عنوان کتاب سال در نقد وهابیت هم شناخته شد. خلاصه آنچه که در این نامه ها به محضر آیات عظام ارسال گردید این بود که بعد از اینکه در طول سه دهه، بیشتر از سه دهه، چهار دهه از انقلاب 57 انقلاب آخوندی ایران میگذرد، همیشه در ایران ما میشنویم که وهابیت یه قولی معرفی شده که بزرگترین دشمن اسلام و مسلمین از او تصویر میشه و این گونه به ذهن میرسه که گویی یک دشمن داره فقط اسلام و مسلمین، اون هم وهابیت هست و در رأس این گروه شخصی به اسم محمد ابن عبدالبها رحمه الله. ما در این نامه ها از این آیات عظام و مراجع بزرگوار خواستیم تا برای اینکه حقیقت آشکار بشه و واضح بشه برای بینندگان عزیز، برای مقلدین خودشون، برای کسانی که در سه چهار دهه در داخل ایران حتی به فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی اجازه تماشای ماهواره هم ندارند، به بهانه های مختلف و به دلایل مختلفی که شاید یکی از اون دلایل مطرح کردن چنین سوال هایی است در فتواهای آیت الله مکارم شیرازی آمده است که ماهواره تماشا کردنش حرام است، مگر تلویزیون های داخلی و امثال تلویزیون هایی که خودشون در رأس این تلویزیون قرار گرفتن، تلویزیون ولایت که آقای قزوینی مدیریتش رو به عهده داره و اصل تلویزیون مال آیت الله مکارم شیرازی است. در این نامه ما خواستیم تا برای اینکه حقیقت آشکار بشه و واقعا از لحاظ علمی هم ثابت بشه تا هیچ شبهی در ذهن هیچ مقلدی از مقلدان آیت الله مکارم شیرازی یا جعفر سبحانی و یا از پیروان و شاگردان آیت الله نجم الدین طوسی و به صورت مختصر شیعه معاصر ما در ایران و دیگر نقاط جهان شبهی باقی نمونه که واقعا
عقیده محمد بن عبدالبها متضاد هست با عقیده امامان اهل بیت، برای ما از کتاب توحید محمد بن عبدالبها سه تا باب رو انتخاب بکنن و بگن که این باب ها در کدام روایت صحیح و صریح و بی معارض اهل بیت از مراجع شیعه، از کتب معتبر شیعه نقل بکنن که با این اعتقاد، با این اعتقاد، با این قول امام مخالفت داره. 157 روز میگذرد و هنوز آیت الله مکارم شیرازی، حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی پاسخ ما رو نفرستاده اند. حضرت آیت الله، اگر خودتون فرصت ندارید یا به هر حال مشغله ها زیاد است و یا اینکه شاگردان دور بر زیاد هستن، همون گونه که تفسیر نمونه رو 10 نفر از همکاران شما نوشتند و به نام شما چاپ شده و در بازار هست، بدید همین 10 نفر حداقل این نامه رو هم جواب بدن و شما که در بسیار از تألیفات دیگران زحمتش رو میکشن و تحت اشراف شما به نام شما چاپ میشه، این نامه رو هم بدید تا همین 10 بزرگواری که تفسیر نمونه رو نوشتن، 27 جلد 15 سال به آنچه که به استناد آنچه که در سایت شخصی خود شما موجود هست این کتاب رو این 10 همکار شما نوشتن، همین نامه رو هم یک برگه بیشتر نیست و 3 سال 3 باب شاید زیاد وقت نگیره. کسانی که کتاب 27 جلدی نوشتن برای شما راحت میتونن یک نامه رو هم جواب بدن. لطف کنید از این 10 نفر بخواید که برای ما این رو پاسخ بدن و تحت اشراف شما بنویسید، پاسخ آخر امضا بزنید و برای ما بفرستید. همچنین حضرت آیت الله العظمى جعفر سبحانی و آقای آیت الله حضرت آیت الله نجم الدین طوسی، شما هم به جای اینکه در داخل ایران فقط کتاب شما کتاب سال بشه، همون کتاب رو بردارید بدید به شاگردانتون تا پاسخ این نامه ما رو بدن و ما در تلویزیون اون پخش بکنیم. یا حداقل حضرت آیت الله مکارم شیرازی لطف بفرمایید به مدیر کانالتون آقای قزوینی بگید که این نامه رو یک دفعه بخونن، یک دفعه فقط همین نامه رو از ابتدا تا انتها بخونن. احساس میکنم هیچ توهینی به شما نشده در این نامه و کاملا محترمانه و مؤدبانه نوشته شده و یک سوال بسیار ساده است و پاسخ بدین و چهره حقیقی وهابیت رو به دنیا معرفی بکنید، وگرنه تاریخ خواهد نوشت که حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی بعد از اینکه در طول 40 سال مردم رو از فتنه وهابیت میترساند و بزرگترین دشمن مسلم و مسلمین معرفی میکرد، از یک سوال، از پاسخ به یک سوال بسیار ساده عاجز ماند و مناسب نخواهد بود برای شما که این گونه در تاریخ ثبت بشه و ثبت شده تا الان حدود 5 ماه و چند روز گذشته و همچنان ما منتظر پاسخ شما به این نامه هستیم. بیشتر از این مقلدین خود رو منتظر نگذارید. فکر کنید یکی از مقلدین شما این سوال رو برای شما فرستاده و برای شبه هست و واقعا این شبه هست و واقعا در ذهن بسیاری از شیعیانی که دوستان اهل بیت هستن، برادران و خواهران شیعه ما، این سوال بی پاسخ مانده است. لطفا این عزیزان رو بیشتر از این منتظر نگذارید. حضرت مولانا، من مقداری مقدمه رو طولانی دو کردم، معذرت میخوام از شما و بینندگان عزیز. اگر اجازه بدین از این نامه هم که بگذاریم، به هر حال شما خودتون شروع کردید به پاسخ به این نامه پیشاپیش و بررسی کتاب توحید محمد بن عبدالبها و آنچه که در این کتاب هست و آیا این مخالف است با عقیده امامان اهل بیت یا نه. در برنامه گذشته به همراه شما درباره موضوع تبرک بحثی رو آغاز کردیم که نیمه تمام ماند. من دوست دارم اگر لطف بفرمایید برای بینندگانی که احیانا شاید برنامه ما رو ندیدن در برنامه گذشته، خلاصه از آنچه که مطرح شد رو بیان بفرمایید، ممنون میشم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هفته گذشته ما که آغاز کردیم در باب تبرک بود و عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که تبرک گونه های مشروعی را دارد، نمونه های جایزی را دارد که جایز بودن در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسلمانان انجام میدادند، امروز هم جایز هستند و تا روز قیامت هم جایز خواهند بود.
وصل تبرک رو ترجمه کردیم، تعریف کردیم که به معنی طلب خیر الهی هست که الله متعال در یک چیزی به ودیعت گذاشته و طلب این خیر از آن چیز مشخص می شود تبرک یا تبرک جستن به یک چیزی که از نظر شرعی در آن برکتی وجود داشته باشه. و برای اینکه فهم این قضیه آسان تر بشود، بنده چند نقطه رو عرض کردم به عنوان کلیات در این مبحث، که نقطه اول این بود که برکت صرفاً از جانب الله متعال هست و همان گونه که رزق و روزی و عافیت و بقیه نعمت ها از جانب الله متعال هست، برکت و خیر هم صرفاً از جانب الله متعال هست و هیچ کسی غیر از الله متعال نمیتواند به ما خیر و نفعی برساند یا ضرر و زیانی را از ما دور بکند. این نقطه اصلی در این باب هست. نقطه دوم که برای اینکه انسان مطمئن باشد به دین خودش، اعتقادات خودش، شک و شبهه در این زمینه باقی نماند، عرض کردم که موردی که ما از آن تبرک میجوییم یا آن را اساساً مبارک میدانیم که در آن خیر و برکتی نهفته هست، صرفاً باید از کانال وحی و نصوص قرآن و سنت معرفی شده باشد که فلان مورد برکت دارد، شما می توانید که از آن برکت بجویید و تبرک بکنید. این نقطه دوم بود. و نقطه سوم این که خود نحوه حصول برکت از آن اشیاء متبرکه و مواردی که به تصریح قرآن یا آیات قرآنی یا احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن برکتی نهفته هست، نحوه حصول این برکت و اساساً خود ذات این برکت که چگونه هست، چگونگیش و چگونگی انتقال این برکت به ما هم باید در چارچوب وحی قرار بگیرد و عمل بشود. و به تعبیری دیگر وحی قرآن و سنت به ما فرموده باشند که شما از این طریق می توانید که این تبرک و این برکت رو از فلان شی حاصل بکنید و صورت های دیگری که تأییدی از قرآن و حدیث ندارند می شوند جز تبرک های ممنوع یا ابزار و وسایل و روش های نامشروع برای حصول برکت. ولی اینکه اصل اون برکت در کتاب سنت ثابت شده باشد. بله، اصلش ثابت شده باشد، اما نحوه حصول برکت هم باید مورد تأیید قرار بگیرد از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. به صورت کلی عرض کردم که ما 5 نوع تبرک مجاز و مشروع داریم. تبرک به رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین به اولیاء و صالحین و گونه تبرک رو بنده هم بیان کردم. تبرک به اقوال و اعمال اسلامی که مشروع هستند، الله متعال اونها رو برای ما مشروع قرار داده، به ما دستور داده که این اعمال رو انجام بدهیم. تبرک جستن از اماکن مشخصی که واقعا الله مشخص کرده که اینها برکت دارن. تبرک جستن از زمانه های مشخص و مورد تأیید و همچنین تبرک جستن از بعضی از اشیاء دیگر من جمله خوراکی هایی که در آیات قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم گونه های متفاوتی در این زمینه بیان شده. در مورد حصول برکت از رسول الله صلی الله علیه وسلم بنده عرض کردم که بهترین راهش و یکی از عمومی ترین راهایش اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که ما پیروی بکنیم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که از این طریق برکت های الهی و خیر و برکت در زندگی ما اضافه می شود. یا تبرک به آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم، نمونه هایی رو داشته در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، تبرک از این که از جسد رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون دستشون رو در آب میگذاشتن یا آب دهان ایشون ثابت شده که احیانا تحنیک میکردند رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدین معنی که اگر نوزادی تازه به دنیا می اومد اینو میبردند اولین بار پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون خرمایی رو میجویدند و آب دهان خودشون رو با اون که آغشته با همراه با اون خرما بود در تحنیک میکردند، یعنی طعم دهان بچه رو در واقع
شیرین میکردند و موردی از این قبیل هست، یا تبرک از آثار رسول الله مانند موی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عرق رسول الله، یا حتی از لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم، اشیایی که نسبت دارد به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. و تبرک از صالحین هم به معنی اتباع صالحین هست، به معنی همنشینی با صالحین هست، به معنی الگو گرفتن از صالحین هست. عرض کردم که این هم یه جزء موارد جایز هست. و همچنین تبرک از اقوال و اعمالی که انسان انجام میدهد، مانند اقوال، مانند تلاوت قرآن کریم، از کار و اورادی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، و اعمال شرعی که ما انجام میدهیم. و همچنین در مورد تبرک به اماکن نمونه هایی رو معرفی کردن، تبرک به اصلا خود مکه رو و کعبه رو، یا مدینه منوره به صورت کلی، یا بیت المقدس و شام و یمن و مواردی که جز امکنه هستند و تعیین شده در قرآن و حدیث که این موارد برکت دارند و نحوه حصول برکت از این موارد. و موارد دیگر مونده مانند تبرک به ازمنه و موارد دیگر انشاءالله که در خدمت شما خواهم بود. خدمت از مولانا، ممنون از شما حضرت مولانا. در برنامه امروز انشاءالله موضوع ادامه خواهیم داد، موضوع بحث تبرک های مشروع و اقسامی که باقی مانده، مواردی که حضرت مولانا اشاره فرمودند، دو مورد دیگه باقی مانده بود شرحش، بحث تبرک به زمان ها و بحث تبرک به آنچه که از طعام و نوشیدنی ها در روایات و آیات احیانا وارد شده. اینها رو هم همراه شما عزیزان مراجعه خواهیم کرد و در بارون حضرت مولانا صحبت خواهند فرمود، و همچنین تماس های تلفنی شما رو هم در این برنامه خواهیم داشت و صحبت های شما رو حول این موضوع، علاوه بر این که نشانه در این برنامه به همراه شما عزیزان آن بابی که در کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالله رحمت الله علیه در این باب یعنی تبرک سخن گفته رو هم به همراه شما عزیزان مراجعه خواهیم نمود، به شرط تماشای یک میان برنامه. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه آنچه که مطرح شد. بله الحمدلله، شکر خدا و خدا هدایتم داد. و معلم شما لا اله الا الله و شهدا ان محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. خواهد هدایت نماید، سینه اش را برای پذیرش اسلام می گشاید. قيم تلوح ومنهج يتألق درر.
تلوح ومنهج يتألق دوار. بعد از سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، با ادامه موضوع تبرک در یکی دیگر از برنامه های امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. عزیزانی که سوالی دارند یا نظر و پیشنهادی در این باب در موضوع برنامه ایشان رو بعد از حدود 20 دقیقه تماس های تلفنی برای شما عزیزان باز خواهد شد. حضرت مولانا، ادامه موضوع تبرک مشروع، سه مورد رو اشاره فرمودید، مورد چهارم. مورد چهارم که با توجه به آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برکتی در آن نهفته هست و خیری در آن هست و ما می توانیم از خیر و برکت آن بهره مند بشویم، زمانه هایی هستند که الله متعال این زمانه ها را برگزیده و یک فضیلت خاصی و برکت خاصی را در این زمانه ها قرار داده. مانند در واقع قسمت آخر شب هست که وقت نماز تهجد و نماز قیام هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا این قسمت را همیشه بیدار بودند و به عبادت می گذراندند این قسمت را و همچنین توصیه کردند اصحاب خودشان را که در این زمینه این فضیلت و این خیر را در واقع همیشه داشته باشند، سعی بکنند که بر آن عمل بکنند و حتی احیانا رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه‌ای بسیار حکیمانه هم اصحاب خودشون رو، حتی کسانی را که ناعمر بودند، جوان بودند، به این طریق و به این جهت سمت و سو می‌دادند اونها رو. مانند حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، ایشون یک خوابی رو دیده بودند و رفتن پیش خواهرشون ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها، خوابشون رو تعریف کردند و ایشون هم خواب رو منتقل کردند به رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون در جواب گفتن نعم العبد عبدالله، چه انسان خوبی هست عبدالله، لو کان یقوم من اللیل، اگر نماز شب میخواند و بله تهجد شب میخواند. و از همین گفته حکیمانه و با این اسلوب بسیار مبارک حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه از همان سنین ابتدای نوجوانی و جوانی خودشون نماز شبشون رو آغاز کردند و برای هیچ وقت اون رو ترک نکردند. به هر صورت در این زمینه روایات متعددی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری و صحیح مسلم. در این زمینه روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در قالب یک حدیث قدسی، یعنی نقل از فرموده الله متعال هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم در قالب یک حدیث از رسول الله صلی الله از الله متعال نقل میکنند که یقول ربنا تبارک و تعالی کل لیله، که الله متعال در هر شبانه روز، در هر شب، در آخر قسمت آخر شب به آسمان دنیا نزول میکنند، بلا کیف، یعنی کیفیتی که ما تصور بکنیم برخلاف این کیفیتی هست که ما بتونیم تصورش بکنیم، با یک کیفیتی که سزاوار شأن الله متعال هست. الله متعال نازل می شوند به آسمان دنیا و در قسمت آخر هر شب و اون زمانی که حین یبقى ثلث اللیل الآخر، که یک سوم آخر شب میماند، الله متعال نزول میکند به آسمان دنیا و فرا میخواند آیا کسی هست که دعایی بکند و من اجابت بکنم، آیا کسی هست که از من طلب مغفرت بکند من اون را مغفرت بکنم و بقیه مواردی که در حدیث ذکر شده. خود این قسمت آخر شب که انسانهای نیکوکار و پرهیزگار بلند میشوند به بارگاه الله متعال تضرع میکنند، عبادت میکنند، قطعاً چون این انسانهای مبارک هستند برکت این در واقع فراخوان الهی رو حاصل خواهند کرد. پس بنابراین یکی از زمانهای مبارک قسمت سوم شب هست، یک سوم آخر شب هست که این تبرکش برای عبادت هست، برای عبادت هست، برای کسانی که بیدار هستند و مشغول عبادت هستند یا مشغول ذکر و یاد الله متعال هستند. اما کسانی که بیدار باشند یا یعنی صرفاً مشغول خدای نکرده یک نوع معصیتی باشند یا بدون هدف بیدار شده باشند یا اصلاً استحضار نیتی رو نداشته باشند، قطعاً چنین برکتی هم شامل حال اونها نخواهد
خواهد شد. و روش حصول برکت در این زمینه همان دعا هست، استغفار هست در قسمت آخر شب و انجام عبادت و قیام لیل هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم به این کیفیت برکت آخر شب رو در واقع کسب می‌کردند و توصیه هم کردند که ما هم این کار رو انجام بدیم. نمونه دیگرش به صورت کلی روز جمعه هست که سید الایام هست یا عید هفتگی تعبیر می شود از روز هفته و عبادت خاص و اجتماع خاصی رو مسلمانان در این روز دارند و در روایتی که در صحیح مسلم هست حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل کردند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشان فرمودند خیر یوم طلعت علیه الشمس، که روز جمعه بهترین روزی هست که در آن خورشید دمیده است. در ادامه روایت اومده که فیه خلق آدم، که در این روز آدم آفریده شده و بقیه ویژگی هایی که این روز رو دارن. پس بنابراین خود همین که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که خیر یوم طلعت علیه الشمس و یوم الجمعه، که روز جمعه بهترین با خیر و برکت ترین روزی هست که در آن خورشید طلوع کرده، بدین معنی هست که عبادت در این روز و همچنین اعمالی رو که در انجامشون در این روز مشروع هستن موجب حصول برکت برای انسان میشوند. و در خود روز جمعه به صورت اختصاصی باز هم بعد از نماز عصر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در روز جمعه یک ساعتی هست و لحظه‌ای هست که هر کسی در آن لحظه اگر الله متعال را صدا بزند، دعا بکند، قطعا دعایش پذیرفته می شود. و جمهور محدثین و فقها نظرشون بر این است که این لحظه و ساعت بعد از نماز عصر هست تا غروب آفتاب، از عصر گرفته تا غروب آفتاب. این یکی از اوقات اجابت دعا هست که انسان میتواند در این وقت در واقع دعا بکند. پس بنابراین به صورت کلی خود روز جمعه مبارک است و اعمالی که در این روز انجام داده میشود و به استثناء و به صورت اخص وقت عصر، با توجه به این که الله متعال به وقت و زمان عصر سوگند یاد فرمودن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه تأکیدات اومده، یک فضیلت خاص و برکت مضاعفی رو از کل روز جمعه دارند. و که این بحث فضیلت بعد از که در روز جمعه یک ساعتی هست و یک لحظه هست که دعا قبول می شود، روایات صحیح است که در صحیح بخاری این مطلب نقل شده. و به صورت کلی ماه مبارک رمضان یکی از زمانهایی هست که الله متعال این ماه را انتخاب کرده و در آن برکت خاصی رو داده، عبادت خاصی رو الله متعال در این ماه قرار داده که در بقیه ماه ها نیست. و شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، الله متعال این انتخاب کرده برای نزول قرآن و نزول وحی که از لوح محفوظ به آسمان دنیا یک مرتبه قرآن در شب قدر که و در ماه مبارک رمضان نازل شده. و روایاتی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که امام احمد رحمت الله علیه در مسند خودشون با سندی که میشه گفت که حسن هست در این زمینه روایاتی نقل شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشون در ابتدای ماه مبارک رمضان یا قبل از ماه مبارک رمضان یک مرتبه فرمودن قد جاءکم رمضان شهر مبارک، که رمضان فرا رسید و رمضان ماه مبارکی هست. افترض الله علیکم صیامه، که الله متعال صیام این ماه را، روزه گرفتن این ماه را بر شما فرض کرده. پس بنابراین به صورت کلی بنابر فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم که شهر مبارک، ماه رمضان یک ماه مبارکی هست با توجه به آیات قرآن هم که در این زمین اومدن. و علل اخص در ماه مبارک رمضان باز دهه اخیر یک اهمیت خاصی رو داره، بگونه که بله افضلتر هست و خیر و برکتی که در آن هست بیشتر از کل ماه هست. و بگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم اون گونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کردند که وقتی که این دهه اخیر ماه مبارک رمضان وارد می شد، تعبیرشون این است که شد المئزر و ایقظ اهله، رسول الله صلی الله علیه وسلم کمر را می بستند، گرچه کمر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عبادت همیشه بسته شده بوده. و بگونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وقتی که عبادت طولانی رسول الله صلی الله علیه وسلم رو می دیدند که احیانا پاهای مبارکیشون متأثر می شدند یا ترک بر می داشت،
و حضرت عایشه فرمود که یا رسول الله چرا این همه بر خودت فشار میاری در صورتی که الله تعالی گناهان گذشته و آینده تو را معاف فرموده؟ ایشون فرمودند که افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده سپاسگزار الله تعالی نباشم؟ این همیشه عادت همیشگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اما با این وجود در دهه اخیر ماه مبارک رمضان به تعبیر حضرت عایشه باز هم کمر می‌بستند به عبادت، نور علی نور، و حتی اهل و خانواده خودشون هم بیدار می‌کردند و احیانا می‌اومدن در مسجد، هم اونگونه که در روایت صحیح در این زمین اومده سه چهار شبی اومدن در مسجد و نماز قیام را با جماعت خوندن، به خاطر اینکه این سنت و این کیفیت این تبرک جستن از این شب رو و انجام عبادت رو تعلیم بدن و آموزش بدن به رسول به امت خودشون. و نهایتا در شب آخر که مردم همه اطلاع پیدا کرده بودن و جمع شده بودن برای نماز تراویح یا قیام، رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف نیاوردند و در منزل نماز خوندند و گفتند که صرفا به خاطر اینکه من بیم داشتم اگر من همیشه و هر شب بیام برای نماز قیام و تراویح، میترسم که این عبادت بر شما فرض بشه مانند فرضهای دیگر نماز فرض و شما نتوانید این رو انجام بدید. به خاطر رحمت و رأفتی رو که به امت خودشون داشتند، ایشون دیگه برای همیشه به صورت توالی نماز قیام الليل رو به صورت جماعت نخوندن. و از نظر اصولی هم عملی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای همیشه انجام داده باشد و هیچگاه ترکش نکند، حکم واجب رو میگیرد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر این که بر امتشون سخت گرفته نشود و این عمل واجب نگردد، احیانا این عمل رو ترک فرمودند و خود دلیل نیامدن به نماز رو در شب آخر هم این مطلب رو بیان فرمودند. ماه مبارک رمضان ماه مبارکی هست، هم خود ماهش هم شبهایش ماه مبارک هستند، هم روزهایش با روزه مبارک هست، بگونه ای که الله متعال در مورد روزه در روایتی که هست میبینه از صوم لی و انا اجزی به، روزه مال من هست و من ثوابش رو پاداشش رو خواهم داد، به خاطر اینکه یکی از عبادات بسیار اصلی و اساسی هست و تأثیر خیلی زیادی رو در تربیت انسان و در عرفان داره و در تزکیه داره، زیرا که از نظر ظاهری کسی هم خبر نیست که شما روزه هستید، مردم هم احساس نمی کنن. یک چیزی هست صرفا بین شما و بین پروردگارتون، بدین خاطر زیاد هست و بدین خاطر الله متعال فرمودند که روزه مال من هست و من خودم مستقیما پاداشش رو خواهم داد. و زمانهای دیگری هم در این زمینه هستند، مانند خود فجر به صورت کلی یا آغاز روز که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای برکت فرمودند برای بکور این امت، یعنی صبحگاه این امت، کسانی که صبح زود از خواب بیدار می شوند، عبادت رو روزشون رو با عبادت آغاز می کنند و بعد می روند دنبال طلب رزق حلال و روزیشون. این هم مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعای برکت کردند در این در صبحگاهان امت خودشون. و همچنین دهه ذوالحجه ایام مبارکی هست و به صورت کلی روز عرفه از کل دهه، همان گونه که در ماه مبارک رمضان لیلة القدر یک شرافت خاصی رو دارد، در دهه ذوالحجه باز روز عرفه یک اهمیت خاصی رو داره، به صورتی که علما مقایسه کردن در میان روز عرفه و شب قدر و گفتند که از میان تمام روزهای سال روز عرفه برتر هست و از میان شبهای سال شب قدر ارزشش بیشتر و بالاتر هست. و همچنین در روز دوشنبه و روز پنجشنبه جز اوقات مبارکی هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی می‌کردند که این دو روز را روزه بگیرند. در روایت اومده که در این دو روز اعمال امت به صورت هفتگی به الله متعال عرضه می‌شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در روزی که اعمال من به پیشگاه الله متعال عرضه می‌شود، من دوست دارم که آن روز روزه باشم. یا همچنین در مورد عاشورا هست و فضیلت خاصی رو دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کفاره گناهان یک سال می شود و همچنین روز عرفه که کفاره گناهان دو سال می شود
و رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه می گرفتند این روزه ها را، یا به خاطر اینکه سنت کامل تر بشود روزه گرفتن روزه عاشورا و تاسوعا، یا عاشورا و روزه 11 هم، یعنی 9 و 10 هم یا 10 و 11، به خاطر مخالفت با اهل کتاب رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه فرمودند که ما روزه بگیریم. به صورت کلی این مواقعی هست که جزء اوقاتی است که در آن برکت هست و هنگام نزول باران، هنگام اذان، هنگام اقامه، هنگام که امام روی منبر می رود، در میان دو تا خطبه‌ای که خوانده می شود و اوقات دیگری که به صورت کلی جزء اوقات اجابت دعا هستند، این اوقات اوقات مبارکی شمرده می شوند و ما می توانیم که از این اوقات تبرک بجوییم و طلب خیر بکنیم در این اوقات با همون کیفیت هایی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. خیلی ممنونم از شما. پس به امرای شما بینندگان عزیز آموختیم که ما روزها ایام مبارکی داریم در سال، ماه مبارک رمضان، در بین روزها روز جمعه، در بین شبها شب قدر، باز در بین روزها در تاریخ به عنوان اخص در شب روز عرفه، در ساعت شبانه روز، یک سوم آخر شب، در روز جمعه بعد از عصر و ساعت‌های مختلف دیگر در ابتدای صبح و آنچه که حضرت مولانا به تفصیل صحبت کردن. چون مولانا در مورد پنجمین موردی که اشاره فرمودید، غیر از این موارد بحث آنچه که گذشت، چهار مورد گذشته، باب پنجم درباره نوشیدنی ها و خوراکی ها. به صورت کلی یعنی الله متعال در برخی از خوراکی ها و غذاها و به صورت کلی نوشیدنی ها یا خوردنی ها الله متعال یک اثرات یعنی ویژه ای را گذاشته، یعنی به معنی که خیر و برکت در آن وجود دارد اگر انسان از این موارد استفاده بکند با همون کیفیتی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، قطعا باعث می شود که این برکت به انسان منتقل بشود و هم یک نوع تغذیه هست و اسبابی هستند برای استمرار حیات و زندگانی، و همین که یک نوع برکت خاصی رو الله متعال در این موارد قرار داده، به طور مثال مانند زیتون هست یا به صورت کلی غذاهایی رو که الله متعال در قرآن به عنوان نعمت خودش و به عنوان منت ذکر فرمودن، من جمله زیتون هست که در آیات قرآن بیان اشاره شده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه ما تعالیمی رو داریم. الله متعال در سوره نور اشاره می کنند به زیتون که یوقد من شجره مبارکه زیتونه، که صراحتاً الله متعال این درخت زیتون را یک درخت مبارکی معرفی کرده. وقتی ما میگیم که یک برکت صرفاً از جانب الله هست و الله باید معرفی بکند، به ما خبر بدهد که من در فلان مورد برکت قرار دادم، یعنی این که مانند زیتون که الله متعال در قرآن کریم صراحتاً فرمودند که زیتونت شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، و همچنین در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت روایت حضرت ابی اسید انصاری رضی الله تعالی عنه هست که در سنن ترمذی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر فرمودند که کل الزیت و دهینو بهی فانه من شجره مبارکه، همون تعبیر قرآنی رو که در مورد زیتون آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مورد زیتون بیان فرمودند و گفتند که از روغن زیتون شما استفاده بکنید، بخورید به عنوان یکی از اقلام غذاییتون باشه و همچنین به عنوان یک روغنی یا کریم و پمادی میتونید از اون استفاده بکنید و بدنتون رو به خاطر اینکه بدنتون خوش نماند میتونید از این استفاده بکنید. این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس بنابراین یکی از اقلام غذایی که برکت خاصی در آن نهفته شده و از نظر این که این برکت در چه مورد هست هم میتونه برکت معنوی باشه به خاطر فضیلت خاصی که الله متعال در این قرار داده، و هم این که یک نوع برکت حسی هم که باشه، شاید پروتئین های بیشتری در این باشه، ارزش غذایی بیشتری رو داشته باشه و هم به عنوان غذا شاید استفاده بشه و هم به عنوان یک نوع دارویی شاید بشه از اون استفاده کرد، و موارد زیادی که میشود کل اینها رو در مفهوم برکتی که الله متعال و رسول الله اعلام کردند که زیتون مبارک هست میتواند که در این وجود داشته باشه. و من جمله از
نوشیدنی هایی که مبارک هست، آب زمزم هست که هم جای غذا را میگیرد و هم جای آب را، هم نوشیدنی هست و هم خوراکی و خوردنی هست. یعنی انسان میتونه که با استفاده از آب زمزم اصلا نیازی به غذا نداشته باشه، که در این زمینه داستان های متفاوتی هست و تجربیاتی که اهل علم داشتن، ابن قیم و بسیاری دیگران، میگه ما تجربه کردیم روزه های متوالی رو در حرم بودن بدون اینکه غذایی بخورند، اکتفا میکردن به همین آب زمزم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که طعام و طعامن، یک نوع غذایی هست برای اونهایی که گرسنه هستن، هم آب هست و هم غذا هست در واقع. و در روایت صحیح مسلم اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره آب زمزم که ایشان میفرماند که انها مبارکتون، انها طعام و طعامن، این آب آب مبارکی هست و غذایی هست برای کسانی که گرسنه باشند، هم شراب و نوشیدنی هست و همین که طعامی هست برای کسانی که نیازی به غذا داشته باشند. و صراحتا هم در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که عرض کردم، صحیح روایت صحیح مسلم، ایشون فرمودند که انها مبارکت، که آب زمزم یک آب مبارکی هست. و عملا ما میبینیم آزمایش هایی هم که انجام شده همون برکت روحانی رو داره، خیر روحانی و معنوی رو داره، و هم این که از نظر ظاهری هم با آبهای دیگری که در دنیا هستن واقعا متفاوت هست. و من جمله در مورد شیر هم میتونیم بگیم که شیر هم یکی از مواردی هست که در آن الله متعال برکت قرار داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه شیر رو در قرآن ذکر شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو همیشه استفاده میکردند. و جالب این است که حتی در مواردی که به عنوان تعبیر خواب هم رسول الله صلی الله علیه و سلم این مورد رو ذکر کردند، به معنی علم و به معنی ایمانشون تعبیر کردن یعنی شیر رو. و جالب هست که یعنی هم ذکرش در قرآن کریم اومده به عنوان یک نعمت الله متعال ذکر کرده و به عنوان یک هم نعمت هست و هم معجزه هست، هم برکت مادی داره و هم برکت معنوی دارد. در قرآن کریم هم بسیار تعبیر زیبایی زده، لبنا خالصا سائغا لذتا لشاربه، بله، هم خالص هست، هم گوارا هست و هم یعنی لذت داره و در واقع طعم متفاوتی رو داره. لذت شاید بین برگرده که برخلاف بقیه موارد نوشیدنی ها شاید یک طعم خاصی رو، یعنی منحصری رو داشته باشه، اما شیر چندین طعم، یعنی شیر تازهش یک طعمی داره، دوغش یک طعمی داره، شیر ماستش به صورت کلی، یعنی واقعا هم طعم متفاوتی رو داره و هم لذت هست، هم گوارا هست و همین که مبارک است. بنابر روایاتی که در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، روایتی از در این زمین در سنن ابن ماجه از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است، میگه میفرماد که وقتی که شیری رو می آوردند خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در خونه وقتی که غذایشون شیر بود، میفرمودند که برکتون او برکتان، یک برکت یا دو برکت هست. یعنی اشاره به این که شیر یک برکت مضاعفی از بر نوشیدنی های دیگر داره. من جمله عسل واقعا مبارک است که الله متعال در قرآن ذکرش کرده، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، که نوشیدنی هست که الوانش متفاوت هست. عسل زرد داریم، عسل سیاه داریم، عسل سفید داریم، انواع متفاوتش و با طعمهای متفاوت، هم یک نوشیدنی دنیوی هست و هم مانند شیر یک نوشیدنی اخروی هست که الله متعال به عنوان نعمتهای دنیوی یا اخروی اینو در واقع ذکر کردند. و هم غذا هست و نوشیدنی هست و همین که شفا هست، الله متعال داریم این رو به عنوان شفا هم معرفی فرمودن. و به صورت کلی نخل در قرآن اشاره شده به آن که یک شجره مبارکی هست، مانند این که الله متعال در سوره ابراهیم اشاره می فرمان به شجره طیبه، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة، که شجره طیبه بنابر تفسیری که مفسرین کردند همون نخل هست و درخت خرما هست. و اضافه بر این هم در سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی ما میبینیم، میبینیم که خرما یک جایگاه غذایی خاصی رو داشته در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و به صورت کلی خرمای مدینه رو رسول الله
رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فضیلت خاصی رو ذکر کردن و در برخی از روایات اومده هر کسی که روزانه 7 دانه خرمای مدینه رو بخورد از در اون روز از تأثیر سحر و تأثیر سم و بیماری الله متعال اون رو نجات میدهد. و در برخی از روایات به صورت اخذ در مورد گونه خرمایی که به نام عجوه معروف هست اینو ذکر کردن هر کسی که هر صبح یعنی 7 دانه خرمای عجوه بخورد. اما با توجه به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صاع و مد مدینه قبلا در برنامه گذشته من توضیح دادم که یعنی برکت رو خواستار شدن از جانب الله متعال، به صورت کلی تمام محصولات و بالاخص خرما و در رأس همه خرمای عجمه، عجوه جز مواردی هست که برکت خاصی رو الله متعال در اون قرار داده و شاید یکی از جنبه های برکتش هم برای کسانی باشه که معامله می کنند این خرمای عجوه رو. از نظر ظاهری شاید شما که میشناسید شاید طعم خاصی رو نداشته باشه، شاید مرغوبیت خاصی رو هم شاید نداشته باشه. و احیانا دوستان ما میگن که خرمای مضافتی خود ما که داریم از نظر شکل و ظاهر و یعنی ارزش غذایش خیلی بیشتر از خرمای عجوه هست. بر صورت برکتی هست که الله متعال در این خرما قرار داده، هم برای این کسانی که استفادهش میکنند، هم برای این کسانی که از این طریق ارتزاق میکنند و چه بسا قیمتش از بقیه خرما هم شاید 5-6 برابر بیشتر هست. و هم برکتی هست برای کسی که استفاده میکنه با اون تعبیری که اومده که از سحر و از تاثیر سمزدایی رو داره، حفاظت از مسمومیت و بقیه تأثیرات روحانی و معنوی رو که داره. و همین که دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع مشمول این اقلام قضایی هست. و همین جمله ای که مواردی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن اشاره شده بحث حبه سودا هست یا سیاه دانه که هم به عنوان یک به اصطلاح اقلام غذایی شاید استفاده بشه و هم تأثیرات و کاربردهای درمانی رو داشته باشه. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست، روایت متفق علیه هست، در مورد سیاه دانه فرمودند که فی الحبه السوداء شفاء من كل داء الا الصام، که حبه سودا و این سیاه دانه شفایی برای تمامی امراض هست به استثنای مرگ که درمانی رو نداره و چاره‌ای نداره. یعنی قطعا با توجه به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این میتونه که یک تأثیر بسیار عمیقی رو داشته باشه و از بسیار از بیماری ها شاید جلوگیری بکنه، شاید در درمان اکثر بیماری ها یا تمام بیماری ها اگر اینو به صورت استقراقی بگیریم یا همون اکثریتش رو بگیریم واقعا تأثیر مستقیمی رو شاید داشته باشه. و انسان باید سعی بکنه این مواردی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کردن، اگر ما دنبال برکت هستیم این مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها رو مبارک معرفی کردن، در قرآن اومده، در احادیث رسول الله اومده، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم از این موارد استفاده میکردن و برکت دارن. و ما این موارد را جز اقلام غذایی خودمون و در برنامه زندگی خودمون اینها را داشته باشیم. و من جمله میتونیم به آب باران اشاره بکنیم که واقعا آب بسیار مبارکی هست. در آیات قرآن کریم در موارد مختلفی الله متعال اینو حتی تعبیر به رزق و روزی کرده آب باران رو. و در سوره قاف اگر اشتباه نکنم الله متعال صراحتا میفرماید که ونزلنا من السماء ماء مبارکا، ما از آسمان آب مبارکی رو بر شما فرود آوردیم. واقعا آب باران یک مبارک هست، برکت بیشتری رو از بقیه آبهایی که چه واسه ما استفاده میکنیم داشته باشه. و در این زمینه یعنی غیر از این که در آیاتی از جانب الله متعال به عنوان آب مبارک و آبی که خاصیت های متفاوتی رو داره ذکر شده، حتی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از برکت خوردنش که انسان خوشاد یعنی سالم ترین آبی باشه که میشه از اون استفاده کرد یا املاح خاصی رو شاید در اون باشه تأثیر ویژه‌ای رو داشته باشه، در مورد آب باران روایت بسیار جالبی هست در صحیح مسلم از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت شده که در یک سفری با رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌رفتیم که باران گرفت و یعنی شروع کرد به باریدن
میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که باران اومد لباس خودشون رو ردای و به اصطلاح بالا پوششون و پیراهنشون رو در آوردن و گفتن بذار که این آب به بدن من برسه و اصابت بکند. و حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردیم که یا رسول الله لما صنعت هذا، چرا این کار رو انجام دادید؟ آب باران پیراهن خودتون کنار زدید تا اینکه آب به بدن شما، آب خطرات باران به بدن شما اصابت بکند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لانه حدیث عهد بربه تعالی، این آب تازه داره از جانب الله متعال در واقع میرسه. هم این حدیث دلیل بر برکت آب باران هست و هم دلیل بر علو الله متعال هست. حتی در موارد دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم این مورد رو داریم، از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است و امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب دیگرشون غیر از صحیح کتاب الادب المفرد این مورد رو ذکر کرده، از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که وقتی که باران می اومد ایشون به کنیزک خودشون می گفتند که وسایل ما رو ببر بیرون، من جمله لباسش رو یا اون پارچه هایی رو که بر روی سواری خودشون قرار می بر روی شتر می بستند و اون رحلی رو که داشتن می گفت اینا رو ببر بیرون، لباس های ما رو، رحل ما رو این ببر بیرون تا اینکه آب باران به اون اصابت بکنه و مبارک باشه. و بعد همین آیه رو می خوندند که الله متعال در مورد آب باران می فرماید و نزلنا من السماء ماء مبارکا، این مواردی هست که مبارک هستند. و حتی در مورد غذای معمولی که انسان وقتی که غذا میخورد یکی از نشانه‌های برکتش این است که دست زیاد باشه در غذا، به این معنی که انسان به جای اینکه به تعبیری تکخوری بکنه یا تنها غذاش رو بخوره در یک سفره باشند، کمه جمع بشن در یک جا و دسته‌ها در سفره بیشتر بشه، یکی از مواردی هست که برکت بیشتر در این هست. و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی غذا میخورید، مانند اینکه حضرت عمر ابن ابی سلمه رو ایشون آموزش دادند که در تحت پرورش ایشان بود و ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرزند خودشون اومدن منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون ام المؤمنین قرار گرفتن، میگه که عمر ابن ابی سلمه رو آموزش دادند که یا غلام سم الله و کل مما یلیک، نام خدا رو بگیر و از جلوی خودت غذا بخور. یعنی ایشون وقتی که غذا میخورد، خب بچه بودن، دستش دراز بود، این طرف اون طرف کاسه دستش میگشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که از جلوی خودت غذا بخور، بسم الله بگو و از جلوی خودت غذا بخور، آموزش میدادن. و در روایت دیگری اومده که برکت در وسط غذا نازل میشود، بدین خاطر فرمودن شما از کناره و گوشه کاسه در واقع یعنی غذا بخورید، مستقیما نروید سراغ وسط کاسه، غذا وسط کاسه رو در واقع بردارید، بلکه به ترتیب از همین گوشه های کاسه این رو بخورید. و حتی اضافه بر این رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر لقمه ای از دست شما در هنگام غذا خوردن افتاد بر روی زمین، اونو دوباره بردارید بخورید. امروز که الحمدلله سفره هست و تمیز هست و این مورد اشکالی نداره. حتی در آن زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر لقمه ایتون بر سفره که شاید کم بوده یا همه کس سفره نداشتن، اگر لقمه تون بر روی زمین افتاد اونو بردارید، اون قسمتی که خراب شده یعنی خاکی شده تماس داشته با زمین، اونو کنار بزنید، باقی ماندهشو بخورید، زیرا که شما نمیدانید که در کدام بخش‌های غذا برکت نهفته هست. اینا مواردی هست که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما معرفی شدند. پس بنابراین در ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم، اتباع رسول الله و همچنین در آثار و وسایل رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین در مجالست انسانهای نیکوکار و صالح و در اعمال و گفتار نیکی که و اذکار و اورادی که وجود دارد و همچنین اماکن مقدسه و همچنین زمانهای که برکت دارند و پاک و مقدس هستند و همچنین خوراکی هایی که مورد تأیید قرآن و حدیث هستند که یک ویژگی خاصی رو دارند، اینها تمام برکت هایی از جانب الله متعال هستند، برکت و خیر مضاعفی در اینها نهفته شده هست. و به همین طریقی که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، ما می توانیم از این اماکن و از این زمانه ها و از این اقلامی که متبرکه هستند، می توانیم که برکتشون رو حاصل بکنیم. خیلی ممنونم حضرت مولانا، استفاده کردیم از فرمایشات گوهربار شما. نوبت میرسه به تماس های تلفنی شما عزیزان بیننده.
و مشارکت شما در موضوع برنامه و پیشاپیش بنده از همه عزیزانی که تماس میگیرم این خواهش رو دارم که فقط در چارچوب موضوع برنامه صحبت بفرمایید با آنچه که به موضوع این برنامه مرتبط میشه با شماره‌ای که اینجا ذکر نمی‌شده میتونید تماس بگیرید و انشاءالله مشارکت شما رو در این برنامه خواهیم داشت. حضرت مولانا در برنامه این هفته و هفته گذشته درباره موضوع تبرک صحبت فرمودن و اقسامش و شروطش و انواع تبرک شرعی و طبیعتاً وقتی که ما درباره صحبت می‌کنیم درباره تبرک شرعی غیر از مواردی که ذکر شد با شروطی که حضرت مولانا ذکر کردن در تبرک غیر شرعی و نامشروع داخل هست و این مورد از مواردی است که ان شاء الله همه عزیزان با اگر عزیزانی برنامه گذشته رو ندیدن میتونن مراجعه بکنن و ان شاء الله با تفاصیل بیشتر موضوع آشنا بشن و قواعد و ضوابط و اصول این موضوع انسان وقتی که کامل فرا بگیره به راحتی خودش میتونه تشخیص بده که دیگه تبرک مشروع چگونه است و تبرک نامشروع. اولین بیننده برنامه امروز رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه مامان واهبیشیه، بفرمایید. سلام علیکم، ببخشید. علیکم السلام، بفرمایید خواهرم، خودتون معرفی میکنید؟ نسلینم از کردستان زنگ میزنم. اگر در موضوع از آقا بپرد اگر در موضوع برنامه است بفرمایید. والا نمیدونم درباره چیز میشه یا نه برنامه. اگر خواستیم ببینیم مرغ مرد اگه مثلا نوک بزنه تونون گناه من متوجه خودشه و اینا مرغامون نوک بزنه اشکال نداری. گرچه به طبعه تو موضوع برنامه نیست انشاءالله من در پایان برنامه از حضرت مولانا خواهم پرسید. ممنون از شما. از حاجی هم خواهدید تشکر کنید که در باره سیدون اینا که خیلی حرفای قشنگی میزنه، ولی تو این مملکت و ماهیقت گرونی و نداری هست ما فقیر بیچارا که نمیدونیم این چیزهای را داشته باشیم. خدا خیر با حاجی بده. ممنون از صحبت شما. انشاءالله خیلی مومنه این موضوع را مطرح خواهند کرد از ذات مولانا. ممنون از شما و از احساس کسی نیست که حرفای را یاد ما بدن، ما فقط برنامه های شما رو گوش میدیم. حرفای شما واقعا راست و خداییه. علیه متعال شما خدا باشی. همچنین شما و همین بینندگان عزیز ممنون از تماس شما. متشکرم. من خواهشم از همین بینندگان عزیز این است که در چارچوب موضوع سوالهایی که مرتبط به مسائل فقهی است در روزهای دوشنبه میتونید برنامه فتوا تماس بگیرید. انشاءالله رعایت بفرمایید. عزیزان بیننده بعدی سلام علیکم، برنامه مامان وهابیشیه، بفرمایید. بیننده گرامی سلام، بر شما رو خط هستید، بفرمایید. بیننده گرامی از شما معذرت خواهی میکنیم. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه مامان وهابیشیه، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید برادرم؟ مانی و ما و باب انا ده سلام احترامات. در مورد یک ماهی که هفته قبل بود در اوج با یک استناد شده بود از برادر عزیزم. اگر با عرض پوزش، چون صدای شما رو ما با قطع وصل یک خط در میان داریم، اگر جاتون رو مقداری عوض بکنید یا مقداری آرامتر صحبت بکنید احساس میکنم صداتون رو بهتر داشته باشید. خب من جای خود عوض کردم. الان خوب شد. بفرمید. بله من یکی از آی دارم که سیفت فکر میکنم که در کتاب توحید شیخ ابن عبدالوهاب مولانا محترم و فکر میکنم 11 هم بود اشاره اسم او مورد 11. اگر جای در اونجا پرستی باشه باز عظیم است. برادر عزیزم من خیلی معذرت میخوام از شما، صدای شما پیش ما واضح نیست. اگر لطف کنید دوباره تماس بگیرید. من فقط همینطور هر دو خط در میان یکیشو میشنوم. ممنون از شما. دوباره لطف کنید تماس بگیرید انشالله که مشکل حل بشه. و ممنون از لطف شما. انشالله دوباره تماس بگیرید. با شماره رو هم عوض کرد احمد جان، با شماره که روی صفحه میبینید از ایران تماس بگیرید که
بتونیم صدای شما رو راحت تر داشته باشیم و موضوعاتی که مرتبط میشه به این برنامه یا برنامه های گذشته برنامه امامان وهابیشی در خدمت شما هستیم. بیننده بعدی، سلام علیکم. برنامه امامان وهابیشی فهمید. وعلیکم السلام رحمت الله. خودتون معرفی میکنید؟ من محمد قاسم هستم. محمد قاسم جان بفرمایید، در خدمتتون هستم. من خلافارم از برنامه خوبت. ممنون از شما. استاد محترم سلیمانی، در مشکل دارین من کوشش کردم بجنم. من متوجه فرمودش شما نشدم، مشکلی دارید؟ شما پیامگیری است مشکل دارین؟ چندین بار کوشش کرد نتیجه. احمد جان نمیدونم صدا پیش شما مشکل داری یا شما متوجه شدید ایشون چی فرمودن؟ یک سوال دارم. بفهمید، سوالتون مطرح کنید. محمد قاسم جان تماسشون قطع شد. بعد پوزش از این برادر عزیز بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه امامان وهابیشیه، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ اولا نثار احمد از افغانستان صحبت میکنم. نثار احمد جان از افغانستان خوش آمدید، بفهمید در خدمتتون هستیم. میخواستم اول تشکری کنم از برنامه شما، بعدا میخواستم اجازه بخوایم که ببینم یک سوال فقهیه نشه پرسان کنم. اگر خارج از چارچوب موضوع برنامه است لطف کنید روز دوشنبه مطرح کنید، ممنون میشیم. ممنون از شما، چون برادر عزیزم اگر این مجال رو باز بکنیم کل مسیر برنامه منحرف میشه. ممنون از شما، متشکرم از نسان احمد جان از افغانستان. بازم من تاکید میکنم، گرچه به هر حال در برنامه فتوا حضرت مولانا پاسخگوی سوال‌های وارده هستن، اما این برنامه چون موضوعش متفاوت است اجازه بدید که در چارچوب موضوع بحث رو پیش ببریم. بیننده بعدی، سلام علیکم. برنامه امامان وهابیشیه، بفهمید. سلام. علیکم السلام. خدمت شما و همچنین همکار محترمتون آقای قدس دهقان سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام. خودتون معرفی می‌کنید برادرم؟ من گل‌آقا نوری هستم از آلمان تماس گرفتم. آقای نوری از آلمان خوش آمدید، در خدمتتون هستیم. در موضوع برنامه اگر صحبتی دارید می‌شنویم. ما یه مشکلی که در خاطر گوشت هست که گوشتی که خرید میکنم از مغازه ایجا دیگه، مچون که مرمو عربان هست، تهران هست. من سوالتون رو دریافت کردم، گرچه بازم خارج از موضوع برنامه است چشم ان شاء الله باز بعد از میان برنامه خدمت حضرت مولانا مطرح خواهیم کرد، پاسختون رو دریافت میکنید. ممنون از شما، سپاسگزارم. سپاس از شما. من بازم خواهش میکنم عزیزان بیننده، موضوع برنامه ما این هفته تبرک بود و تبرک مشروع و نامشروع و موضوعات دیگری هم که در این برنامه مطرح شده غالبا موضوعات اعتقادی است و مباحثی رو که عزیزان مطرح میکنن مسائل فقهی است که بیشتر مرتبط میشه به موضوع برنامه پرسش و پاسخ که روزهای دوشنبه پخش میشه. ان شاء الله در اون برنامه مشارکت بکنید. بیننده بعدی، سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شما همین الان در برنامه شرکت کردید و صدای شما روی آنتن در حال پخشه، خودتون معرفی میکنید؟ بله، سلام علیکم. من مصطفی هستم، ایران زنگ میزنم خدمت. مصطفی جان از ایران خوش آمدید، بفرمایید. اگر در موضوع برنامه صحبتی دارید در خدمتتون هستم. بله، خواهش میکنم استاد. من یه لحظه به علت که یک اتصالی در برقمون به وجود اومد یه لحظه موضوع برنامه رو نیمه کاره شنیدم. یعنی موضوع برنامه تبرک مشروع و نامشروع هست برادر عزیزم. آها، ما از موضوع برنامه فقط تبرش رو شنیدم ولی این روکش رو اینا نشنیدم. اگر صحبتی خب داریم تبرک بله بفهمید. بله بله، ادامه بدید، بفهمید. در رابطه با موضوع تبرک یه چیز بسیار خوبی هست. اینجور نیست که واقعا تبرک نباید مثلا لحاظ بشه، به خاطر که محصولات تبرک
انصافا محصولات خوبی هست، حالا اون رب گرجش، اون آب میوه هاش. شما فکر کنم هنوز محصولات خوبی هست، فکر کنم هنوز زمان برق خونه شما که اتصالی کرده فکر کنم به شما هم تاثیر گذاشته. موضوع برنامه ما تبرک در میزان شرع است نه در ترازوی بقالی. ممنونم از آقا مصطفی. ممنون از شما. ممنونم. ممنون از شما. ظاهرا ایشون از طرف کارخانه یا شرکتی مسئولیت تبلیغات به عهده گرفته بودن. ممنون از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادرم؟ بله، امیدوار هستم که صدا بهتر باشه. قبلا هم برادر عزیزم، بله صداتون خوب برام بفرمایید. صدیقی هستم از آلمان. خوش آمدید، بفرمایید. ما و به مولانا ایمت بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام احترامات. سوال ما در مورد یکی از ما تقریبا 3 هفته قبل بود. بله. اونجا یک در مورد قربانی بود، در 11 نمبر 11 بله، باب 11 نیست که از کتاب توحید محمد الوهاب، محمد ابن عبدالوهاب بله، بود که در جای عبادت میشه او یا جای بهتر است و در جای که شرک نیست. اونجا امو قربانی بود که سلام به یکی از گرامی گفت که بود پرستی بوده یا عیادی بوده. این مسئله را خوب واضح است، این مسئله را درک کردیم و بسیار جا تشکر میکنیم. این با حدیث دیگه که سلام میفرماید که زمین جد است، هیچ قابل جمع است. اونجا که رسول الله فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. بله. آها. و این جایی که در اونجا بود میگیره که او در این حدیث که محترم ذکر کردن و این حدیث که این پاک است دو قابل جمع است. یک مسئله دیگه که من داشتم، در زمانهای هجرت در پشاور بودیم، کتاب را خواندم که یک طبعی نشکر بود، ولی داکتر بود طبعه به شکل مدر نشام خانده بود. بله. اونجا از طبعی صلی اللہ علیه سلام یک حدیث ذکر کرده بود امراض لاعلاج. اونجا گفته بود زیتون از آب باران با هم یک جا شوه مریضا بخوره، انشالله امید است که شفا یابه. انشالله هم که همین حدیث خاطر نمانده، اگر حدیث وجود دارد در اینجا برای این بود باران مبارک گفته شده، مبارک گفته شده، عسل هم شفا گفته شده، که به دلایل ایسی از ابرویم یا از لحاظ ویتامین و دیگه و دیگه صرف به موارده که قرآن عظیمشان در مورد ایسی جز غذایی ذکر گفته بود. میخوایم اگر در این مورد حدیث باشه محترم خواهشمند هستم که مبارک بر ما توضیح بدن. انشاءالله خواهش میکنم. ابراهیمید لطف کردید، ممنون از تماس شما. برادر عزیزم صدقی از آلمان، بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه امامان وهابیشیه، بفرمید. علیکم السلام، خودتون معرفی میکنید. عبدالله هستم از ایران. آقا عبدالله از ایران، بفرمید در موضوع برنامه اگر صحبتی دارید در خدمتتون هستیم. بله در مورد برنامه صحبت دارم. بله بفهمید. در ایران من دیدم یه ده از اهل سنت دست علمای بزرگشون رو میبوستن و این علما دستشون رو کنار نمیکشن برون تبرد. مخاطر میدم این اشکال نداره، درسته چجوریه؟ چشم، ایشان ازتون من رو پاسخان داد، ممنون از شما. دست بوستی به نیت تبرک. چشم از شما. البته خب این عام هست بین همه علما، حالا شیعه و سنی نداره. ازتون در این باب صحبت خواهند کنش. بیننده بعدی سلام علیکم، برنامه امامان وهابیشی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ الله یحفظتون. محمد هستم از خوزستان تماس میگیرم. حال شما خوبه؟ ممنون از شما، خوش آمدید محمد جان. در خدمت شما هستیم در موضوع برنامه اگر صحبتی دارید. بنده سوال شرعی داشتم، میتونم بپرسم؟ اگر در چارچوب موضوع برنامه است در خدمتتون هستیم. اگر خارج از موضوع برنامه است به برنامه‌های مربوطه محور کنید ممنون میشیم.
اشکال نداره. بنده پس همین در مورد موضوع برنامه ساحل داشتم. موضوع ما تبرک است، بفهمید. بله، این تبرک به قبر پیغمبر اکرم آیا جایز هست یا نه، این یه مسئله. از اون طرف ابو بکر صدیق و عمر رضی الله عنهما اینها وصیت کردن کنار قبر پیغمبر دفن بشن. آیا این یکی از آقایون میگفت، گفت این هم اگر این هم یه نوع قبر پرستیه، آیا واقعا قبر پرستیه؟ اگر چرا این حالت قبرستان دیگری دفن کردن دفن نبی، چرا این حالت در قبرستان های دیگه دفن کردن، آوردن کنار نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه دفن کردن؟ آیا این خودش اینو مرد پرستی دید؟ ما به شیعه ها میگیم که این ها قبر پرستن، مرد پرستن، اون ها این شبهه را میکنن، میگن اگر اینجور باشه خب عایشه رضی الله عنها هم ایشون همچی مرد پرست آورده پدر خودش را و حفظه، ایشون هم پدر خودش را آورده کنار نبی اکرم دفن کرده. سوالتون مطرح شد، ممنون از شما. بله سوالتون واضح بود برادر عزیز، انشاءالله حضرت ما رو پاسخ خواهند داد. خدا نگهدارتون باشه. نگهدار شما باشه. آخرین بیننده برنامه امروز هم بگیریم تا بتونیم موضوعمون هم کامل بکنیم. برنامه به معنی وهابی شیعه، بفهمید. بیننده گرامی سلام علیکم. بیننده بعدی سلام علیکم. برنامه مامان وهابی شیعه، بفهمید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادرم؟ حامد هستم از بلوچستان. حامد جان از بلوچستان خوش آمدید، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم. اگر در موضوع برنامه است بفهمید. در مورد برنامه نیست، در مورد خودم از میخواستم بپرسم آیا در نمازهای مسافری سنت خوانده میشه؟ ممنون از شما، چشم. انشاءالله حضرت مانون در پایان پاسخ خواهند داد. ممنون از شما محمد جان، تشکر از شما و تشکر از همه عزیزانی که تماس گرفتن و احیانا پشت خط ماندن، چون موضوع برنامه ادامه داره. همچنان از گرفتن بقیه تماس ها معذرت خواهی میکنیم. یا برنامه میبینیم برمیگردیم انشاءالله با پاسخ سوال هایی که نیاز به پاسخ داشت و ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. چرا مراجع شیعه پاسخ نمیدهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیره هم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را رو سیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشته اند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آن که حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دامت ذله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل سه عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان دوازدهگانه شیعه دارد، انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارضه امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید.
حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراماً نظر خیش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با، امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. برنامه سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران عزیزان. با بخش پایانی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و دو موضوع پاسخ به سوال‌های شما عزیزان و همچنین بررسی باب هشتم از کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب تبرک. حضرت مولانا با کدوم یکی شروع میکنید؟ فکر کنم که با کتاب شروع کنیم. باب راز چشم سوال ها را هم پاسخش حتما خواهد داشت. باب هشتم کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یکی از گناه های ممنوع و نامشروع توسل را به تصویر کشیده در قالب آیات و احادیثی که و یا حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه نقل شده. عنوان این باب هست: باب من تبرک به شجره او حجر و نحوهما. تبرک جستن به درختی یا به سنگی یا امثال اینها، درختی باشه، سنگی باشه، دیواری باشه، هر چیز دیگری که باشد. در این زمین آیه رو ذکر کرده از سوره نجم، افرایتم اللات و العزا. و مناسبت این آیه با این باب در اینجا این هست که همان گونه که مشرکان تبرک می جستن به بت‌های خودشون، یعنی لات و عزا و منات و بقیه بت‌هایی که بودن، معتقد بودند که اینها بسیار از اونها در واقع مجسمه‌ای بود از بزرگان خودشون، نمادیه که ولی از اولیاء الله بودن، تبرک می جستن در کنار اونها، احیانا چه بسا که طواف می کردن یا ذبح می کردن، خودشون رو به اون می مالیدن، در کنار اون اعتکاف می کردن. این مواردی هست که جز تبرک نامشروع هست که مشرکان در کنار بت‌های خودشون انجام میدادن. بدین خاطر هم شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه این باب را با این آیه شروع کردن که هیچ گونه دلیل شرعی نداشته تبرک جستن یا متبرک بودن این مجسمه هایی که به شکل و قیافه انسان های نیکوکار درست شده، ولی اینکه ظاهرش بله اولیاء نمادی از اولیاء الله باشه، اما باز هم هیچ گونه تبرک در اون نبود، جز انواع تبرک
تبرک نامشروع است. و روایتی رو آوردند که امام بخاری رحمت الله علیه اینو ذکر کرده، امام ترمذی آورده، از ابی واقد لیثی ذکر کرده، نقل کرده، قال خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الى حنین، بعد از فتح مکه که رفتن به طرف حنین بودن، و ابی واقد لیثی جالب است میگه و نحن حدثا و عهد بکفر، ما تازه مسلمان شده بودیم، یعنی خصوصا اونایی که بله ول کرده بودن، ولی المشرکین صدرتون یعکفون عندها و ینوتون بها اسلحتهم، مشرکان یک درختی رو داشتند که در کنار آن اعتکاف می کردند، یعنی می رفتند زیر اون درخت و دوربرش می نشستند، تبرک می جستند، و ینوتون بها اسلحتهم، و به خاطر تبرک شمشیرهای خودشون رو، اسلحه خودشون رو به اون درخت آویزان می کردند. این در زمان جاهلیت بوده، یعنی تبرک به درخت، تبرک به چه صورت، می رفتند اعتکاف می کردند، کنارش می نشستند، مجاورت اختیار می کردند، یا اینکه وسایلشون آویزان میکردن، شمشیرشون رو، کمانشون رو، یا مانند امروزه که بعضی دخیل میبندند و پارچه سبزی سر قبر و قفلی میبندند و این مواردی که وجود داره، که این مسائل انشاءالله باز هم در ابواب دیگر به صورت مفصلتر بحث خواهیم کرد. یقال لها ذات انوات، این اسم شجره و اون درختی که مشرکان بهش تبرک میجستند اسمش بود ذات انوات. فمررنا بسدره، در این مسیری که ما طرف حنین میرفتیم برای غزوه حنین، یک درخت سدره بسیار بزرگ و زیبایی، سایداری و بزرگی بود. فقلنا یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات، یا رسول الله برای ما هم یک درختی رو انتخاب بکنید، درخت خیلی قشنگی هست، بزرگ، سایدار هست و خیلی خوبه، شما اینو انتخاب بکن به عنوان ذات انوات مسلمانان، درختی که مسلمانان از اون تبرک بجن. مشرکان بذارن دیگه، اونا مشرکا هم دارن، خب ما هم یک چیزی رو داشته باشیم که بریم اجتماع بکنیم، زیرش جمع بشیم و وسایل خودمون آویزان بکنیم، دخیل ببندیم به قول امروزی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر انها السنن، این همون در واقع راه و روش امتهای قبلی هست. و فرمودند قلتم والذی نفسی بیده کما قالت بنو اسرائیل لموسی، این خواسته شما مانند همون درخواست بنی اسرائیل هست که از موسی سوال کردن، سوالشون این بود که اجعل لنا الها کما لهم آلهه، قال انکم قوم تجهلون، بعد از این که از دریا نجات پیدا کرده بودند از دست فرعون، رفتن در یک جایی دیدند که گروهی که بتی رو دارند و مشغول عبادتش هستند، بنی اسرائیل گفتند که ای موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، ببین اینا بت دارن عبادت میکنن، برای ما یک بوتی قرار بده که ما هم کنارش بشینیم و عبادت بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن این سوال شما دقیقاً مثل سوال بنی اسرائیل هست که از موسی سوال کردن، بله رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لترکبن سنن من کان قبلکم، شما دارید بر نقش قدم امت‌های قبلی میروید، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبیر گفتن، یعنی به خاطر عظمت این سوال و بزرگی و شناعت این سوال که سوال خیلی خطرناکی هست، با این که اون فردی واقد لیثی، ابی واقد لیثی خودش میگه که ما تازه مسلمان بودیم، چه بسا که در فتح مکه مسلمان شده باشن، اما بازم رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی تکبیر گفتن به خاطر که سوال خیلی خطرناکی گفتن، و گفتن که این سوال شما دقیقا مانند سوال بنی اسرائیل هست، یعنی در حد سوال اونها هست، اونم شرک بود، کفر بود، این هم در واقع یک نوع شرک و کفری هست، و رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین کاری نکردن، بلکه این رو رد کردن، گفتند که شما دارید به همون راه و روش امتهای قبلی میروید اگر این گونه عمل بکنید. این روایتی هست که در این باب شیخ محمد ابن عبدالوهاب آورده، یکی از تبرک‌های نامشروع و ناجایز است. هر جا درختی باشه، سنگی باشه، دیواری باشه، فلزی باشه، هر موارد تپه‌ای باشه، امامزاده‌ای باشه، هر چیزی که باشه، اینها در واقع جزو زیر مجموعه های این شجره و حجر هستند. یعنی قبلا عرض کردیم که صرفا باید از جانب الله متعال مشخص شده باشه که فلان چیز متبرک هست و برکت داره. تا زمانی که برکت از جانب الله متعال ثابت نشده باشه، شما نمیتونید که به هر سنگ و کلوخی بروید، دخیل ببندید، کنارش بنشینید، خودتون رو به اون بمالید تا اینکه برکت حاصل بکنید. این روایت همون گونه که در کتاب‌های اهل سنت و جماعت هست، عرض کردم که روایت سنن ترمذی هست و روایت صحیح از این روایت رو شیعه هم نقل کردند، از اون استدلال کردند و به قول آقای قزوینی رو پذیرفتند، ردش نکردند.
افراد زیادی رو ذکر کردن، آقای مدرسی ذکر کرده، دیگران ذکر کردن و من جمله شیخ طوسی رو ذکر کردم. شیخ طوسی در تفسیر خودشون التبیان فی تفسیر القرآن تألیف شیخ الطائفه بی جعفر محمد بن حسن طوسی متوفای 460 و این با مقدمه آقا بزرگ تهرانی هست و چاپ جلد اول چاپ دار احیاء تراث عربی بیروت لبنان هست. در اینجا در ذیل آیه 108 در این جا آورده و میگوید که این سوره شما باید تشخیص بدید. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. سوره بقره و آیه 108 این سوره هست. در ذیل این آیه چند تا از روایات رو آورده و ذکر کرده و یکی از مواردی رو که ذکر کرده همین روایت است. و قال ابو علی، ظاهرن این ابو علی جبایی هست، روی ان النبی صلی الله علیه و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سأله قومه ان یجعل لهم ذات انوات، که برایشون ذات انوات قرار بده، کما کان للمشرکین ذات انوات، همان گونه که مشرکان ذات انواتی رو داشتن درخت، و هی شجره کانوا یعبدونها و یعلقون علیها التمر، فکر کنم در اینجا نوشته که در روایت اهل سنت همون شمشیر بود، و غیره من المأکولات، خوردنی های خودشون در اونجا آویزان میکردند. کما سألو موسا، همان گونه که سوال کردند از موسی بن اسرائیل اجعل لنا اله کما لهم آلهه، دقیقا همون تعبیری را ذات انوات را که در روایت ترمیزی اومده همین روایت را طوسی هم در کتاب خودشون آوردن، با این تفاوت که در کتابهای اهل سنت و جماعت اومده که شمشیرهای خودشون آویزان میکردند و در روایتی که آقای طوسی آورده اومده که خوراکی ها رو در اونجا آویزان میکردند به خواست تبرک. پس بنابراین این مورد جز مواردی هست که تبرک شرعی این نیست و تبرک نامشروعی هست و از قرآن و حدیث و از فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی ثابت نیست و تبرکی رو در واقع نداره و تبرک صرفا باید از کانال قرآن و حدیث ثابت شده باشه. خیلی ممنون ازتون. اگر اجازه بدید چون به وقت پایان برنامه داریم نزدیک میشیم به سوال های بینندگان عزیزم بپردازیم. از سوالی که مرتبط به موضوع ما هست اجازه بدید شروع بکنیم. از محمد از خوزستان گفتن که تبرک به قبر رسول صلی الله علیه و سلم آیا جواز داره یا نه، و بعد اضافه کردن حکایت طلب سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر رضی الله عنهما از اینکه دوست داشتن در حجره مادر عایشه رضی الله عنها در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن بشن، و این رو حالا گفتن که بعضیا ما رو متهم میکنن که این نوعی قبر پرستی است. ببینید این مورد رو یعنی در قالب عمل کرده اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو باید ما مد نظر قرار بدیم. تبرک از رسول الله صلی الله علیه و سلم از آثارشون که مفصلا توضیح دادم که از دیدگاه اهل سنت هیچون اشکالی نداره و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک می‌جستن به آثار رسول الله هم در زمان ایشون و هم بعد از وفات ایشون. اینم خاص خود ایشون هست و نغیرش. بله، خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک می‌جستن از تار موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم که در آب قرار می‌دادن و به خاطر شفا می‌خوردن به بچه‌هاشون می‌دادن حتی بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما از هیچ کدام از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده که یک روزی آمده باشند و در و دیوار حجره حضرت عایشه رو ببوسند یا بر آن دست بکشند یا بر روی قبر بنشینند و دست بکشند و از آن تبرک بجویند. عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانگر نوع تبرک مجاز و غیر مجاز است. در زمان رسول الله تبرک می‌جستند به آثار ایشون، اما بعد از وفات ایشون کسی نیومده از قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک بجوید. این یک مطلب. مطلب دوم که این که حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی الله تعالی عنهما در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن شدند، این معنیش این نیست که تبرک جستند به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. امروز ما هم می‌بینیم که در بعضی از جاها قبرستان‌های خانوادگی وجود داره. هر کسی دوست داره در کنار عزیزش دفن بشه. این هیچگونه اشکال شرعی نداره. این به خاطر تبرکی نیست که فرض کنیم پدر یا پدر بزرگ داشته که ما هم بریم در کنار اون در واقع دفن بشیم. نه. محبتی هست و به خاطر این که ابوبکر و عمر در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم با همراه با رسول الله بودند، اون گونه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از وفات حضرت عمر جنازه ایشان گذاشته بود در ایستاده بودند و میگفتند که به خدا قسم من بسیار شنیدم از رسول الله
صلی الله علیه وسلم که میفرمودند من و ابوبکر عمر اومدیم، من و ابوبکر عمر رفتیم، من و ابوبکر عمر فلان کار را کردیم. میگم به خدا قسم من میدونم که تو را الله متعال با دو رفیقت قرار میده، یعنی مصاحبت اونها در دنیا محرز بوده. حتی کافران هم میدونستند. ابو سفیان وقتی که در جنگ احد سوال کرد گفت افیکم محمد، جواب ندادند، گفت افیکم ابن ابی قحافه، بعدش گفت افیکم عمر ابن خطاب، یعنی میدونستند که اینها همیشه در کنار هم در واقع هستند. همون گونه که در دنیا در کنار هم دیگر بودند، خواستند که در قیامت در بعد از وفاتشون هم کنارشون باشند. یکی اومد از یکی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فکر کنم حضرت زید رضی الله زید ابن علی، سوال کرد که ابوبکر و عمر نسبت به رسول الله چه جایگاهی رو داشتن. گفتم این جایگاهی رو که امروز دارن، یعنی در حیات هم همراه بودند، در قبرشون در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. این به خاطر این نیست که یعنی تبرک به قبر باشه یا یک نوع قبر پرستی باشه، هیچ گونه نیومده. حتی در کلام حضرت ابوبکر و حضرت عمر چنین موردی رو نیومده. در مورد حضرت عمر صراحتا اومده که این خونه مال عایشه هست، اگر اجازه نداد به فرزندش، گفت عبدالله ابن عمر اگر اجازه نداد که من در اونجا دفن بشم، ما رو ببر در قبرستان مسلمانان دفن بکن، وگرنه به خاطر تبرک نبوده، بلکه به خاطر مصاحبتی که در دنیا داشتن، دوست داشتن که در قبر هم در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. خیلی ممنون برادر عزیزمون آقای صدیقی از آلمان. درباره حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که فرمودن جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، تمام زمین برای من پاک. بله، این در مورد اشاره کردن به یک روایتی که ما در اینجا خونده بودیم قبلا، در باب دهم یا برخی از باب 11 است که از ثابت بن از ضحاک یکی نذر کرده بود که یک حیوانی رو ببرد در فلان جا ذبح بکند، و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا در اونجا بوتی بوده یا عبادتگاهی بوده، شاعر و جشنی بوده از مشرکان یا خیر. گفتند که نه نبوده، و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خب برو نذرت رو وفا بکن، ببر در اونجا ذبح بکن. این روایت ابو داود هست، و از این استدلال کرده بود حتی در جایی که قبلا هم مشرکان یک شاعری رو داشتن، عبادتی انجام می شده، و احتمال دارد که مردم گمان بکنند که فلانی دارد همان مراسم جاهلیت رو احیا می کند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع فرمودند. اما روایتی رو که ایشون گفتن جعل لی الارض مسجدا و طهورا، روایت صحیح بخاری هست، و ضمن یک روایت طولانی هست که رسول الله حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت کرده که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی، به من 5 مورد عنایت شده، 5 ویژگی من دارم که امتهای قبلی رو نداشتن، و موارد رو ذکر کرده. یکی از این موارد این است که فرمودند و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، که تمام دنیا برای من مسجد و پاک هست. مسجد و پاک هست، معنی این روایت اینه که هر جا برای ما مسجد هست. در زمانهای قبل امتهای قبلی به گونه‌ای بوده که فقط باید در عبادتگاه خودشون نماز بخونن، اگر بیرون رفته بودن هر کجا که وقت عبادت بود باید باز میگشتن به همون مسجد و عبادتگاه خودشون، فقط در اونجا نماز میخونن. نماز در غیر مسجد و عبادتگاه برایشون جایز نبود. یکی از ویژگی‌های امت اسلام این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، و ادامه این روایت اومده و ایما امتی ادرکته الصلاه فلیصلی، هر کجا بودید وقت نماز فرا رسید در اونجا نماز بخونید. مثلا مسیحی‌ها یهودی نیستن که عبادت‌های خاصی دارن، مثلا مسیحی فقط باید بره کلیسا. بله، این دو تا روایت هیچ گونه تضادی با هم دیگر ندارن. این روایت اومده که یعنی شما در هر جا که باشید می توانید نماز بخونید، زمان مسجد قرار بدید و اونجا سجده بکنید. و روایت قبلی که در سنن ابو داود بود معنیش این بود در جایی که مشرکان قبلا عبادتی رو انجام میدادن، به خاطر تشابه ظاهری هم که شده شما در اونجا نروید و حیوان رو ذبح نکنید. استان روز بین این دو روایت وجود نداره. وجود نداره. ممنون از شما. ابو عبدالله از ایران سوالشون این بود که مشاهده میشه برخی از علما وقتی که یک عده میان شاگردان و دوستانشون دستشون رو میبوسن، دستشون رو پس نمیکشن. گویی که حالا ایشون اینطوری برداشت کرده بود که دارن تبرک میگیرن از این کار. خود اصلا عمل بوسیدن دست حکمش چیست؟ به صورت کلی من قبلا عرض کردم که تبرک جستن به ذات مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. غیر از ایشون در زمان صحابه یا در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب ایشون از کسی دیگر تبرک نمی جستند. دست حضرت ابوبکر و عمر را، عثمان را یا از بقیه آثارشون به هیچ عنوان تبرک نمی جستند، و این دلیل بر این است که این عمل خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. امروز هم هیچ عالمی از علمای اهل سنت یا غیر اهل سنت و الجماعت برکتی که ما به خاطر دست زدن به اون
باشه یا دست دادن به اون باشه، مالیدن دست و یا لباس به بدن ایشون به لباسشون باشه، هیچ کسی چنین برکتی رو نداره. اگر کسی به این نیت به اصطلاح دست بدهد به یک عالم که من با برکت بشم تبرک حاصل بکنم، این عمل خلاف شرع هست، چون چیزی ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و این خاص ایشان بوده، بعد از ایشون چنین موردی وجود نداره. اما خود یعنی مطلق بوسیدن دست از نظر جمهور علما جایز هست. جمهور علمای اهل سنت، احناف، شوافی، حنبلی ها گفتند که این جایز هست و در مذهب امام مالک رحمت الله علیه فرمودند که کراهت داره. یعنی خود بوسیدن دست یک عالم به خاطر احترام، یا بعضی از جاها رسم از سر عالم رو میبوسند یا دست عالم رو میبوسند، هیچ گونه اشکالی نداره. در روایت صحیح اومده که برخی مانند وفد ابن عبدالقیس که اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، در سنن ابو داود اومده که دست ایشان رو بوسیدند، یا در روایت اومده که حضرت علی رضی الله تعالی عنه دست حضرت عباس رو بوسیدند. این به خاطر احترام هست. انسان یک عالمی رو، یک کسی رو که ریش سفید قبیله هست، دستش رو، پیشانیش رو ببوسد، این از نظر شرعی اشکال نداره. اما به نیت تبرک، به اینکه من مبارک باشم، یک خیری از اون به من برسه، این نیست. به عنوان احترام بوسیدن دست و پیشانی پدر و مادر یک عالم بزرگ، یا فرض کنیم دوست و عزیزی که باشه یا ریش سفید قبیله باشه، به خاطر احترام جایز هست، اشکال نداره. اما به خاطر طلب برکت جایز نیست. آقای صدیقی سوال دیگری هم داشتن درباره زیتون و آب باران و عسل که اینها با هم ترکیب میشن. فرمودن من مطلبی خونده بودم اما روایت رو نمیدونم. همچنین روایتی شما شاهد کردید؟ روایتی رو من نشنیدم و ندیدم، چنین روایتی رو فکر نمی‌کنم روایتی صحیح در این زمینه باشه. منتها این برمیگرده به تجربیاتی که بعضی از افراد حکیم و اطباء دارن و ممانعت شرعی هم در این زمینه وجود نداره، چون اصلشون همشون تبرکشون ثابت است. یعنی کیفیت استفادهشون و به اصطلاح تجهیز کردن یک نسخه‌ای که چند وقت بخوره و نمیدونم چیکار به چه صورت استفاده بکنه، این اشکال تا زمانی که وقتی که اصل برکت ثابت شده باشه و اینم ممانعت شرعی، چون این از موارد خوردنی هست. بله. اصل در خوردنی اصل بر اباحت هست. بله، بس بعض اباحت هست. چند مورد رو یک جا بکنن به عنوان یک غذایی که برکت بیشتری در اون باشه، به عنوان یک نسخه بپیچن به یک فردی بدن، ممانع و اصول اسلام هیچ گونه تعارضی نداره و جایز است. من تا روایتی در این زمینه من ندیدم. ممنون از شما. فقط سه تا سوال دیگر رو همچون قول دادیم به عزیزان جواب بدیم. آقای نوری در اروپا فرمودن که ما در اروپا زندگی میکنیم و موضوع این گوشتایی که در بازار هست و چطور بفهمیم حلال یا حرام و حکمش چیست؟ اگر عموما مردم اهل کتاب هستند و قصابی های اهل کتاب هستند، یعنی معتقد به دین الهی هستند، یهود یا نصرانی هستند، اساسا الله متعال ذبیحه اونها رو برای مسلمان حلال قرار داده. اما اگر مشکوک هستند یا اینکه مطمئن هستند 100% که یک فرد غیر مسلمان و غیر کتابی، یعنی غیر یهود و نصارا، اون ذبح کرده، یک کافر مطلق یا مجوسون رو ذبح کرده، در اون صورت جایز نیست. اما در صورتی که گمان غالب بر این باشه که اهل کتاب یا مسلمانی ذبح کرده باشه، جایز هست و اشکال شرعی نداره. ممنون از شما. نسرین خانم از کردستان فرمودن که اگر مرغی نوک زد نان رو، حکمش چیه؟ اشکال نداره نانی رو نوک بزنه، یا در آبی نوک بزنه، یا به لباس و پارچه نوک بزنه، هیچ گونه اشکال شرعی به وجود نمیاد و حلال هست و اون هیچ گونه کراهتی رو نداره. اضافه بر این، یعنی در حدی از این روایت حضرت ابو قتاده هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق جالب افتاد. کبشت ابن کعب میگوید که ابو قتاده اومد پیش من و من آبی رو گذاشتم که براش وضو بگیره. ایشون آب رو برداشت و یه گربه از اونجا رد میشد، این آب رو برداشت و کج کرد برای گربه تا اینکه گربه آب نوشید و بعد از اون وضو گرفت و دید که من، یعنی به قول معروف، چپ نگاه میکنه و تعجب کردن. گفت تعجب کردی؟ گفتند که بله. خب این حیوان نجیسی هست، حرام گوشتی؟ حضرت گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انها لیست بنجسه، انها من الطوافین علیکم و الطوافات، این نجس نیست به خاطر اینکه زیاد رفت و آمد داره پیش شما. این در مورد گربه هست، چه برسه در مورد مرغ که حلال گوشت هست، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و کراهتی در نان و غذا هم به وجود نمیاد. فرمودن که مواردی که از خوراکی و از نوشیدنی ها شما گفتید، ما از کجا پیدا بکنیم این حالت بازار با این قیمت هایی که هست و گرانی که هست رو جایگزین؟ این موارد رو، این برکتی هست که الله متعال قرار داده. اونهایی که برکت رو، یعنی دست رو زیر برکت و باران الهی قرار دادن، اونها رو باید معرفی بکنیم، اون موانع رو باید کنار بزنیم تا اینکه انشالله تمام امت و ملت ایران
به صورت مساوی بتونند از نعمت ها و برکات الهی ان شاء الله استفاده بکنند. و برکات دیگه که هست، از کار هست، قرآن هست، ادیه هست، عبادت ها هست، دین هست، بقیه مواردی که عرض کردم، روزهایی که شما فهمیدید، روز جمعه هست، رمضان هست، دعا هست، حتی این مواردی که هست، یعنی شیر فکر کنم که برای همه مهیا باشه، گرچه روز به روز قیمتش بالاتر میره، اما به هر صورت یعنی نایاب نیست و امیدوار هستم که الله متعالی که فرجی رو بیاره برای ملت ما و هموطنان ما انشاءالله، که ارزاق فراوان و حلالی رو الله متعال به همه نصیب بفرمایید. همین آخرین سوال حامد جان از بلوچستان درباره نمازهای سنت در سفر پرسیدن، آیا خوانده بشه، الزام هست؟ بله، سنت سنت هست، هم در سفر و هم در غیر سفر. در غیر سفر به صورت یعنی کلی سنت بودنش یعنی تاکیدش بسیار کمتر هست و منتها انسان مجاز هست که بخواند یا نخواند. و حضرت از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی نقل شده، اگر قرار باشه که من در سفر نماز سنت بخونم، همون نماز فرضم خود 4 رکعتی میخوندم، یعنی اینکه جایز است. اگر کسی یک جای استراحت کرده، شوق و رغبت داره برای خوندن نماز سنت، هیچ اشکالی نداره، خلاف سنت نیست، بلکه بر اصل سنت همچنان باقی است. اما اگر کسی خسته بود و نماز سنت رو در سفر یا حتی در غیر سفر نخوان، هیچ گونه گناهی رو مرتکب نشده و ملامتی بر گردنش نیست. خیلی ممنونم حضرت مولانا. آخرین صحبت شما با بینندگان عزیز. دیگه بحث تبرک تمام شد، اما من سعی میکنم انشاءالله هفته بعد هم این مواردی رو که جز تبرک های نامشروع هست، این دو برنامه بیشتر در مورد مواردی که مشروع هستند ما بیشتر صحبت کردیم، و در هفته بعد انشاءالله سعی میکنیم، قول 100% نیست، سعی میکنیم که مواردی از تبرک های نامشروع رو و شاید برخی از اشکالاتی در ذهن بینندگان باشه، خدمت بینندگان عزیز شاید که انشاءالله با امید الله متعال بازگو خواهیم کرد. با امید الله متعال. تشکر از شما حضرت مولانا که وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید، همچنین از همه شما خوبان عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. تشکر خاص دارم از محمد جان و احمد جان و از جاوید جان و منیر و فرید احمد عزیز که پشت صحنه تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما برقرار بشه. تشکر فراوان. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون رحمت، بخشش و مغفرت، و برای خودمون فهم صحیح دین، توفیق عمل و اخلاص تا آخرین لحظه حیات و فوت بر اخلاص و کسب رضایت الله متعال رو خواهانیم و همه شما عزیزان بر الله متعال میسپاریم. الله یار و نگهدار شما. استغفر الله.